سلام و شب شما بخیر. به بسوی خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. من نور عرفان هستم. نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل میگوید پل‌های منجمد شده افغانستان نباید به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص یابد. وی در نامه به محکمه ایالت جنوبی نیویورک گفته است که مردم افغانستان نیز همانند قربانیان 11 سپتامبر قربانی تروریسم اند و پول مردم افغانستان نباید به حیث غرامت به دیگران پرداخته شود. در این حال گروهی از کارشناسان سازمان ملل میگویند که غصب پل‌های افغانستان از سوی آمریکا افغان‌ها را با چالش‌های گوناگون مواجه ساخته است که قیمت آن را بیشتر از همه زنان و دختران افغان میپردازند. امارات اسلامی نیز از آمریکا میخواهد که با توجه به وضعیت بد اقتصادی افغانستان محدودیت ها بر پول منجمد شده افغانستان را بردارد. نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل میگوید که ذخایر منجمد شده ی افغانستان باید به قربانیان رویداد 11 سپتامبر داده نشود. وی با فرستادن نامه به محکمه نیویورک ایالات جنوبی آمریکا گفته است که مردم افغانستان نیز مانند قربانیان 11 سپتامبر قربانی تروریسمند و ذخایر پولی افغانستان باید به گونه غرامت به قربانیان رویداد 11 سپتامبر دادن نشود. وی گفته است که اکنون 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. این که بیشتر از 50% نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند، اختصاص 3.5 میلیارد دلار ذخایر پولی افغانستان به قربانیان رویداد 11 سپتامبر برای افغانان قابل قبول نیست و در این رابطه از محکمه مربوطه می خواهم که در مورد ذخایر منجمد شده افغانستان حکم صادر نکند. در این حال گروه 14 نفری کارشناسان سازمان ملل گفته است که وضع تحریم های آمریکا بر ذخایر پولی افغانستان افغانان و بخصوص زنان و دختران را با مشکلات جدی مواجه نموده است. این گروه گفته است که تحریم های آمریکا بر همکاری های نهادهای خیریه و همچنان بر زندگی مردم افغانستان تاثیرات عمیق منفی گذاشته و گسترش فاجعه بشری در این کشور را تسریع نموده است. وضع تحریم های اخیر امریکا بر ذخایر افغانستان بر افغانان و بخصوص بر زندگی زنان و دختران تأثیر بسیار بد و منفی گذاشته است. از ایالات متحده امریکا می خواهیم که از موضع گیری های گنگ خود در برابر افغانستان صرف نظر کند تا کشورهای کمک کننده به اطمینان کامل برای مهار وضعیت بحرانی در این کشور هر چه زودتر دست به کار شوند. امارت اسلامی میگوید که غصب ذخایر پولی افغانستان از سوی آمریکا افغانان را بر مشکلات جدی مواجه کرده و از جامعه جهانی میخواهد تا این تحریم ها را هر چه زودتر به پایان برساند. دارایی های مسدود شده افغانستان در ایالات متحده آمریکا حق مردم و دولت افغانستان است و باید بدون قید و شرط و با توجه به اینکه افغان ها در یک معضل دیرینه اقتصادی قرار دارند باید به افغانستان بازگردانیده شود و این حق اساسی و بنیادی افغان ها نباید به معامله ننگینی گرفته شود و یا از آن به عنوان ابزار فشار به کار برده شود. در همین حال آگاهان امور اقتصادی و بین المللی وضعیت جاری افغانستان را قابل نگرانی می خوانند و از امارت اسلامی می خواهند که برای ایجاد روابط با جامعه جهانی منافع مردم را قربانی نکند. در نړیوال ټولنې سره د اړیکو د سمبالتیا او یا د خپل حقوق د پلاست راوړلو لپاره د خپل ولس د ګټو د شذو د تحصیل د کار موضوع د ګراوغان په توګه باندې راوړاندې کول دا د شرعي او ټول نړیوالو حقوق خلاف یو عمل دی. هله د چداسي څنګه په افغانستان کې د موجود ټولنیز او اقتصادي وضعیت مدیریت په هکله د بهرنۍ ټولنې کړنې او بشري مرستې ډېرې سیاسي دي او په بل اړخ کې د طالبانو وروستي تصامیم هم تر ډېره بریده سیاسي مسایلو سره تړاو لري چې د هغه بیه د افغانستان ولس په تېره بیا ښځینه طبقه بر اساس گزارش های جهانیان افغانستان در این اواخر با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است و اگر برای مهار وضعیت جاری اقدامات لازم نشود وضعیت اقتصادی افغانستان به زودی از هم خواهد پاشید.
پروازهای مستقیم میان کابل و مسکو آغاز شد. سفارت روسیه در کابل در توییت گفته است که آریانا افغان هوایی شرکت دیروز 25 اپریل نخستین پروازش را از کابل به مسکو انجام داد. این نخستین پرواز میان روسیه و افغانستان در سال جاری است. سفارت روسیه گفته است که پس از این هر دوشنبه یک پرواز از کابل به مسکو و روزهای سه شنبه از مسکو به کابل پرواز مستقیم انجام خواهد شد. ایران پیشنهاد رفتن دیپلماتان امارات اسلامی به سفارت افغانستان در تهران را پذیرفته است. شماره از منابع آگاه میگویند که ایران همزمان با درخواست طالبان در مورد پذیرفتن دیپلماتان آنان در سفارت افغانستان 3 دیپلمات افغان را که از آن جمله یک تن معاون دوم سفارت و 2 تن دیگر آنان کارمندان عادی سفارت هستند پذیرفته است. وزارت خارجه ایران میگوید که بر اساس کنوانسیون های بین المللی رفت آمد میان سفارت و مرکز یک امر عادی است و پذیرفته دیپلماتان افغان به معنی به رسمیت شناختن حکومت جدید در افغانستان نیست. امارات اسلامی موضوع دیپلماتان افغان به ایران را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می افزاید که تعداد زیاد دیپلماتان خود را به شمار از کشورها فرستاده که اکنون کارهای دیپلماتیک را به پیش می برند. امارات اسلامی در کنار پاکستان، روسیه، چین، ترکیه، قطر، ترکمنستان و کشورهای دیگر دیپلماتان خود را به سفارت افغانستان در ایران نیز فرستاده و تهران این دیپلماتان را پذیرفته است. برخی از منابع میگویند که ایران خواست طالبان را پذیرفته و 3 دیپلمات طالبان به سفارت افغانستان در تهران رفته است که از این جمله یک معاون دوم سفارت و 2 تن دیگر کارمندان عادی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این موضوع گفته است که بر اساس کنوانسیون‌های جهانی رفت و آمد دیپلماتان هر دو کشور یک مسئله عادی است و این کار هیچ گونه ربطی به رسمیت شناختن حکومت جدید در افغانستان ندارد. رفت و آمد دیپلمات‌ها میان مرکز و سفارتخانه‌ها امر عادی هستش. 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله بر اساس یا حتی 2 ساله بر اساس تصمیمات کشورهای فرستنده انجام میشه و این در کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده. هیچ ربطی هم به موضوعات دیگه فیمابین یا شناسایی یا هر موضوع دیگه‌ای نداره. مقام های امارات اسلامی رفتن دیپلماتان جدید به سفارت افغانستان در ایران را نتایید و نرد میکند، اما میگویند که دیپلماتان امارات اسلامی به سفارت های افغانستان در کشورهای مختلف رفتند که اکنون روابط دیپلماتیک را در آن کشورها به پیش میبرند. اسلامی امارات په مختلف ویوادونو کې دیپلوماتان یا د په خاص خشتون درلودې سیالته قونسلي چارې مخې ته وړي او یا هم نوې ولرل سي دي په ځینو ویوادونو کې. در همین حال دیپلماتان پیشین میگویند که رفتن دیپلماتان امارات اسلامی به کشورهای مختلف نه تنها مشکلات مهاجرین افغان در آن کشورها را حل می‌سازد، بلکه این کار فرصت خوبی برای نزدیکی روابط و مناسبات حسنه میان حکومت‌ها است. دا د مناسبات د نزدیکی دو لپاره او د حکومتونو او ولسونو د مراودات لپاره یو ښه موقع ده او هم د موجودو ستونزو د حل لپاره یو ښه چانس ده، نو د دغه چانس څخه دواړه هیوادونه باید استفاده وکړي. با وجود این که از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 8 ماه سپری می شود و امارات اسلامی به شمول ایران دیپلماتان خود را به کشورهای مختلف فرستاده است، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایران میگوید حضور 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان به جز ویرانی و کشتار دستاورد دیگری نداشت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور در زمان پذیرش اعتبارنامه‌ای سفیران شماری از کشورها گفت که آمریکا و ناتو هنگام حضور 20 ساله خود در افغانستان به جز از کشتار افغان‌ها با ویرانی افغانستان کاری دیگر انجام ندادند و پس از خروج نیز هیچ گونه آبادی و کار بنیادی بر جان نگذاشتند. وی همچنان از جامعه جهانی خواست که همزمان با جنگ اوکراین بر وضعیت کنونی افغانستان نیز تمرکز نمایند و اجازه ندهند که میلیون‌ها افغان مهاجر و بحران اقتصادی جان انسان‌های بیشمار در این کشور را بگیرد. پس از خروج آمریکا از افغانستان و حاکمیت امارات اسلامی در این کشور، انتقادها این است که آمریکا در حضور 20 ساله خود در افغانستان شمار زیاد از افغانان را کشت، ویرانی ها را پشت سر گذاشت و حتی هیچ گونه کار بنیادی را در این کشور انجام نداد.
در این اواخر اظهارات مقام های ایرانی در رابطه به افغانستان افزایش یافته است و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور به تازگی هنگام پذیرفتن اعتبارنامه های سفیران جدید که به این کشور معرفی شده گفته است که آمریکا هنگام حضور 20 ساله خود در افغانستان بدون ویرانی ها و کشتارها هیچ کار دیگری را انجام نداده است. رئیسی گفته است آمریکا افغانستان را در وضعیت ترک کرد که در این کشور هیچ گونه کار اساسی و بنیادی را بر جا نگذاشت. حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان بدون ویرانی ها، تخریبات و افزایش قاچاق مواد مخدر هیچ گونه نتیجه دیگر نداشت. آمریکا برای تحقق همین اهداف در افغانستان حضور داشت و پس از جنگ 20 ساله هیچ گونه کار بنیادی و اساسی را در افغانستان بر جا نگذاشت. رئیسی از جامعه جهانی خواسته است که همزمان با جنگ اوکراین بر افغانستان و بحران جاری در این کشور تمرکز کند و اجازه ندهد که میلیون‌ها افغان مهاجر شود و همچنان وضعیت بد اقتصادی جاری زندگی انسانان را بگیرد. آگاهان امور میگویند که حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان در کنار پیشرفت‌های ناچیز برای افغانستان بسیار سنگین تمام شد و حتی از لحاظ اقتصادی هیچ گونه کار بنیادی برای افغانستان صورت نگرفت. امریکایی ها تعداب فرهنگی ما را از بین بردن، امریکایی ها تعداب ثقافتی ما را از بین بردن، امریکایی ها فضای ما را ملوث ساختن، امریکایی ها باعث کشته شدن میلیون، معیب شدن میلیون شخص در افغانستان شدن، این همه تباهی امریکایی ها کردن. لگت نه دلت تاوان دیم، پا منونون خلق دیموگ بیکار شو، وواجل شو، اش پی چاپی پیوال شو، زندانو تا واچول شو، دا هغه څو او یو داسې بنیادی کار په اقتصادي لحاظ باندې امریکایانو موږ ته ونه کړ چې موږ نن یاد کړو چې دا کار امریکایانو کړی ده. این در حال است که امریکا به تاریخ 15 اگست 2021 میلادی در حال از افغانستان خارج شد که امریکا با انتقادهای شدید مردم امریکا و متحدان خود مواجه گردید. امارات اسلامی میگوید که داعش در هیچ بخش از افغانستان حضور فیزیکی و علنی ندارد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارات اسلامی در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر فعالیت داعش در افغانستان گفته است داعش در افغانستان حضور فیزیکی و علنی ندارد و امارات اسلامی برای مبارزه بر ضد گروه داعش و گروه‌های توریستی دیگر امکانات کافی در دست دارد. وی افزوده است پدیده داعش که پیش از این برای افغانستان به یک تهدید بزرگ مبدل شده بود، اکنون در هیچ بخش از کشور حضور ندارد و سرکوب شده است. این در حال است که در ماه جاری به شمول کابل انفجارهای سنگین در بلخ و قندوز ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت که مسئولیت شماری از این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفته است که ایران آماده است تا تجارب خود را در بخش مبارزه با گروه های توریستی با حکومت افغانستان شریک سازد. امارات اسلامی افغانستان در سرکوبی گروه های حراس افغان همچون پدیده داعش از نیرو و امکانات کافی برخوردار است و در این مبارزه موفق بوده. پدیده ای که در گذشته به تهدید بزرگ در افغانستان مبدل شده بود، اکنون در هیچ نقطه از کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. حملات بزدلانه اخیر به معنای این است که آنان توانایی خود را از دست دادند و بسیاری از عاملان این حملات هم در بلخ، ننگرهار و جاهای دیگر یا از بین رفتند و یا هم بازداشت شدند. سازمان جهانی مسئولیت کودکان میگوید فقر در افغانستان افزایش یافته و شمار زیاد از افغانها روزه را تنها با نان خشک و آب افطار میکنند. سیف در چلدرن افزوده است که وضعیت اقتصادی در افغانستان با گذشت هر روز رو به وخامت است و زندگی مردم با مشکلات فراوان رو به رو شده است. این سازمان گفته است که با بلند رفتن بهای مواد خوراکی در افغانستان شمار زیاد از افغانها غذای کافی برای خوردن ندارند و روزه را با نان خشک و آب افطار میکنند. به گفته این سازمان از آغاز بحران اقتصادی در افغانستان تا اکنون بیشتر افغانها فرصتهای کاری خود را از دست داده و برای پیدا کردن لقمه‌نان به کارهای نادرست دست میزنند. سازمان مسئولیت کودکان هشدار میدهد که از وضعیت کنونی افغانستان بیشتر کودکان متاثر شدند.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی کرایه موتورهای لینی میان کابل و ولایات را تعیین کرده است. این وزارت با تمام شرکت‌های ترانسپورتی زمینی میان کابل و ولایات نرخنامه مشخص تعیین نموده است. اما مسئولان ترانسپورت زمینی میگویند که نرخنامه‌های پخش شده با واقعیت شهرهای بزرگ مطابقت ندارد. همزمان با این، مسافران شهرهای بزرگ افغانستان میگویند که کرایه میان کابل و ولایات دوچندان افزایش یافته و آنان توان پرداخت آن را ندارند. آنان از امارات اسلامی میخواهند که با مشکلات مردم رسیدگی نماید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی نرخنامه های مشخص را برای ترانسپورت زمینی میان کابل و ولایات توضیح کرده است. مسئولان ترانسپورت زمینی میگویند نرخنامه هایی که از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی به آنان داده شده است با واقعیت شهرهای عمومی در تصادم است که برخی نرخ‌ها از حالت عادی بلند و برخی دیگر پایین است. رانندگان از خراب بودن جاده‌های عمومی و بهای بلند تیل شکایت می‌کنند و می‌گویند که در این وضعیت هیچ گونه نفعی به آنان نمی‌رسد. ما اینو توضیح کردیم، ما رو تطبیق عمل می‌کنیم. به خاطر کرار بسیار بالا گفتین، مردم توان پرداخت کرار را ندارند. دیگه ما طبق معمول چیزی که خود ما همین روزمره کار میکنیم، امور مردم دیده، ما کرای ما را خودمون تعیین میکنیم. علت از این که خب قیمت شدن تیل است و دیگه سرک بسیار خراب است، سالنگا بسیار خراب است، موتورها سابق 670 را میرن، حال یک موتور مازی تا مزار 12 یا 11 ساعت میرن. از سوی دیگر مردم عام از بلند بودن کرایه شهرهای عمومی شکایت میکنند و میگویند که کرایه ها میان کابل و ولایات دو برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که توان پرداخت این گونه کرایه بلند را ندارند و امارت اسلامی باید به مشکلات آنان رسیدگی کند. من خودم از ترکیه ردمه شدم، اومدم به افغانستان. الان کرایه اینجا خیلی قیمت است برادر، تقریبا 1200 افغانی است. باید از حکومت ما تقاضا داریم کرایش ارزان تر کنه. دلمند است از مزاری تا برای او دیوی خواهد 2500 3000 افغانی کرایه ولگیش بیالت مثال اچ موږ په کم کار پسې ځو، کارم ګټه راته ونکې بره، بس زموږ کار سره خرابې، داسې خلک ډېر پکښ راځي چې وایي کرایه مې لا نه کړه برابره. وروره دا کرایه خو بیخي ډېره سوې ده، مخکې موږ بیخي ارزانه تللو، اوس موږ مزارې ته ځو، زموږ د لارې کرایه چې موږ هر څه خواري وکړو زموږ د لارې کرایه نه ارزه، موږ بېرته دا غواړو چې څه یې کرایه سره ارزانه سي. نه دي نرخنامه های ترانسپورت و هوانوردی ملکی در رابطه با ترانسپورت زمینی در حال توضیح می شود که این نرخنامه ها نه اکنون و نه هم در گذشته تطبیق شده است. خبرهای خارجی پس از یک وقفه کوتاه. ادامه خبرها. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، در حال با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند که تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن جنگ اوکراین در حال از هم پاشیدن است. گفته می‌شود که بحث مقامی روسی و سازمان ملل نیز در مورد نجات باشندگان و سربازان گیرمانده یا شهر ماریوپل متمرکز است. در این حال، نشست نمایندگان 40 کشور متحد آمریکا در جرمنی برگزار شد که واشنگتن در جریان آن از این کشورها خواهان افزایش کمک‌های نظامی با اوکراین شد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز و گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هیچگاه فکر این را نکرده بود که تمام جهان به گونه سریع و مطمئن با اوکراین استاده می شود. مسئله یه که در نشست 40 کشور جهان که از سوی آمریکا به هدف تنظیم کمک های امنیتی با اوکراین برگزار شده بود مطرح شد. هنگامی که آستین با سخنرانی های خود در پایگاه هوایی رامشتاین جرمنی آغاز می کرد، گفت دو هدف است. یکی آن باید با اوکراین کمک شود تا کیف در جنگ بر ضد روسیه پیروز شود. این نشست پس از سفر استین وزیر دفاع و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه به اوکراین برگزار شده است. روسیه در واکنش به فرستادن اسلحه بیشتر از سوی آمریکا و همکارانش به اوکراین از وقوع خطر واقعی جنگ جهانی سوم هشدار داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در صحبت با خبرگزاری‌های روسیه هشدار داد که خطر جنگ جهانی سوم جدی است و بر رفتار کیف در مورد برهم زدن تلاش‌های صلح نیز انتقاد نموده است. پس از حمله نظامی روسیه بر اوکراین، کمک‌های نظامی کشورهای غربی به اوکراین آغاز شده تا کیف در برابر روسیه از خود دفاع کند. مسکو
این هشدار را زمان داده است که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا امروز سه‌شنبه میزبانی نشست بزرگ امنیتی مبنی بر جلب کمک‌های نظامی به اوکراین را بر عهده داشت. یک زن در پاکستان بر موتر حامل چینایان حمله انتحاری انجام داده که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. مقامات پلیس این کشور میگویند این انفجار بر موتر حامل استادان انستیتوت چینایی در شهر کراچی رخ داده است که در میان افراد کشته شده 3 تن چینایی است. این حمله نزدیک 6 امروز رخ داده که بر اساس گزارش ها در این موتر عمله این انستیتوت 10 تن سوار بودند. غلام نبی رئیس پلیس کراچی گفته است بر اساس معلومات ابتدایی آنان این حمله انتحاری بوده و گروه خنثی‌کننده بمب به آنان وارد محل شده و شواهد بیشتر را جمع‌آوری خواهند کرد. گروه جدایی طلب بلوچ مسئولیت این حمله انتحاری را بر دوش گرفته و گفته است که این حمله را زن به نام شارمی بلوچ انجام داده است. جدایی طلبان بلوچ این حمله را سرآغاز حملات تازه خود خواندند. صدر اعظم پاکستان این رویداد را در کراچی نکوهش کرده است. بسته خبری این ساعت هم اینجا با پایان میرسد. تا دیدار دیگر شما رو بلای بی‌نیاز میسپارم. بقیه شب بر شما خوش.